صلوات 40 فایده بیان شده. برای یک بار صلوات 40 فایده. لطف خدا رو نگاه بکن و ارزش این کسی که من و تو منسوبیم به اون، ما امت محمد صلی الله علیه و سلم هستیم، ارزش و قیمتش نزد رب العزت و الجلال که در مقابل یک بار صلوات و درود بر آن حضرت صلی الله علیه و سلم خداوند 40 فایده میده. یک فایدهش هر کسی یک بار درود بفرسته، خداوند در مقابلش 10 بار درود میفرسته بر اون. سبحان الله. ان الله و ملائکته، خوب دقت بکنید، خداوند و کل فرشتگانش، یصلون علی النبی، بعد گفته یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه سلموا تسلیما. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند البخیل من ذکرت عنده ولم یصل علیه. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. بخیل کسی است از امت من که نام من نزد او برده بشه بر من درود و صلوات نفرسته. وصف بخیل بودن رو دوست دارید؟ اگه دوست ندارید صلوات محمدی بر را بفرست. اللهم صل على سيدنا ونبينا محمد. چه احساس نزدیکی میشه وقتی درود و صلوات بر پیامبر صلی الله علیه و سلم بفرستید؟ چه احساسی، چه حس خوبی به دست میده، چه احساس قربی حاصل میشه، احساس میکنی که منقطع نیستید، وصلید بهش. هر گناهی که کبیره هست نیاز به توبه داره. یک کتابی هست که ذهبی نوشته، امام ذهبی، الکبائر، ترجمه به فارسی شده 70 خورده گناه کبیره رو چه اونجا شمرده. این کتاب رو حتما تو خونه داشته باشید، خودتون و خانواده این کتاب رو باز بکنید، یکی بعد از دیگری گناه های کبیره رو چه شرح هم داده بشمارید، بخونید با خانواده، بخونید. یه قلم هم دستتون بگیرید، یه دفتر، از شرک بالله اکبر الکبائره. تو زندگی خودت، تو اعتقاداتتون، تو باورهای خودت، خانمت، پدرت، مادرت، فرزندانت نگاه بکنید. اگر اعمال و اعتقادات شرکی نیست جلوش اونو خط بزنید، بنویسید الحمدلله، الحمدلله که در اعتقاد من و در توحید من خللی نیست و در باورهای من و یقین من خللی نیست، شرکیات نیست. همجور برو پایین تر، سحر، بزرگترین گناه بعد از شرک سحر، دخالت در امور خداوندیست. سحر، جادو، از غیب صحبت کردن، پیشگویی، کفبینی. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده اگر مسلمانی بره پیش کاهنی که از غیب میگه، از آینده میگه، کف نگاه میکنه، خبر از غیبیات میده و خوشش بیاد از کارش، کافر شده بر قرآنی که بر من نازل شده. امروز چقدر زیاد شده در جامعه اسلامی سحر و جادو و شعبده بازی و طلسم و ارتباط با جن و شیاطین، و هر کسی با کسی مشکلی داره چه پولی میده به یک جادوگری که رابطه خوب و حسنه بندگان خدا رو به هم بزنه. بری سومی، قتل، شهادت زور، خوردن مال یتیم، فرار از میدان معرکه، میدان جهاد، تولی یوم الزحف،
سبحان الله. اسمی از شراب نیست، اسمی از زنا نیست. تو این هفتا که جزء اکبر الکبائر هست، زنا و شراب هیچ کاره است. همینطوری که خوبی رو مطالعه میکنیم و میفهمیم که انجامش بدیم، باید بدی هم مطالعه بکنیم و شناسایی بکنیم و بفهمیم چه بدیه. انسان مسلمان با معصیت خدا شوخی نمیکنه، معصیت خدا رو شوخی نمیگیره. گناه کبیره مثل معذرت میخوام، مثل با پای چپ وارد مسجد شدن نیست که حالا بگی حالا این سنتی انجام ندادم. صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم، علما میگن که انسان مؤمن واقعی گناهای صغیرشو مثل کوهی میبینه که زیر کوه نشسته، زیر کوه داره خالی میشه، هر لحظه احتمال میده که رو سرش خراب بشه. چون همین صغیره ها اگر که توبه نکنه، کم کم چه زمینه انجام چه کبیره ها رو فراهم میکنه. و انسان منافق صفت گناه کبیره رو مثل پشه میبینه که رو بینیش نشسته یا رو سیبیلش نشسته، اینقدر سبک حساب میکنه، فکر میکنه با یه فوتی این پشه و مگس رو بلند میکنه. این کتاب رو حتما بخرید.